هفت مورد از جدیدترین بازی های سال 2021. از اینکه با یه ویدیو یه دیگه همراتون هستیم خیلی خوشحالیم. سال جدید میلادی شروع شده. اگه شما هم جز به گیمر های حرفی یا حتی علاقه من به بازی های ویدیویی باشین حتما میخوایم بدونین در این چند ماهی که از سال 2021 گذشته چه بازی های جدیدی منتشر شدن یا قرار در ماه آینده از چه گیم هایی رونمایی بشه. تماشای این ویدئو حتما میتونه کمکتون کنه چون که ما هفت مورد از جدیدترین بازیهای سال 2021 و که همشونم هم جز بهترین و پرطرفدارترین بازیهای ویدئویی هستن رو بهتون معرفی میکنیم پس تا آخر این ویدئو با ما همراه باشیم برای اینکه بتونیم به همه ویدئوهای جذاب ما دسترسی داشته باشین دکمه سابسکرایب رو بزنین و علامت زنگوله رو هم لمس کنین جدیدترین بازی های سال 2021 اولین بازی کورس اولین بازی که قصد داریم به عنوان جدیدترین بازی در سال 2021 بهتون معرفی کنیم بازی کورسه این بازی برای سیستم عامل های ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس وان در نظر گرفته شده. در بازی پرهیجان کورس شما نقشه یه مبارزی رو بازی میکنین که قصد داره کهکشان رو از ظلم و ستم نجات بده. چیزی که شما رو به عنوان یه مبارز در این بازی قدرتمند میکنه، سلاح‌ها و قابلیت‌های ذهنی مختلفی که باید در محیط‌های میان معابد قدیمی و مکان‌های غیر واقعی به اونها دست پیدا کنیم. بازی رترنال یکی دیگه از بازی های جدید سال نو میلادی بازی رترناله که اولین بازی انحصاری مهم PS5 در سال 2021 هم به حساب میاد. بازی رترنال یه بازی ترسناکه که در اون گیمر نقش یه زن فضانوردی رو داره که گرفتار یه چرخه تکرار شده. این چرخه تکرار به شکلیه که شخصیت اصلی بازی بعد از هر بار تصادف، سقوط و تجربه تلخ مرگ دوباره از خواب بیدار میشه. دوباره دنیای اطرافش رو با کمی تفاوت نسبت به قبل میبینه. چیزی که این بازی رو ترسناک میکنه اینه که شما به عنوان یه گیمر با یه سری موجودات ترسناک روبرو میشین. باید اونا رو به هر نحوی از بین ببرین تا به هدفتون که رهایی از چرخه تکرار دست پیدا کنین. بازی بعدی رزیدنت اویل ویلیج 8 بازی های سری رزیدنت اویل یکی از شناخته شده ترین بازی های ویدئویی بین گیمرهای های هستند. اگه شما هم جزو اون دسته افراد باشین حتما مشتاقانه منتظر سری جدید این سری بازی های جذاب و پرهیجان هستین. رزیدنتی Evil ویلیج 8 یه بازی شگفتانگیز و فوقلاده ترسناکه برای سیستم آمل PS5, Xbox سری X و مایکروسافت به راحتی قابل اجراست. چیزی که رزیدنت ویل هشت رو نسبت به نسخه های قبلی اون خارقلاده جلوه میده نورپردازی بی نظیر اون در کنار توجه فوقلاده که به جزئیات در اسلحه ها و دو ستینگ اصلی بازی یعنی روستا و دیمترسکو کستل شده. گیمر در بازی رزیدنت ویل یه معمولیت مهم داره. اونم اینه که بتونه دخترش رو که به احتمال زیاد روز نام داره و در دیمترسکو کستل پنهان شده نجات بده. و اونو پس بگیره. پیش پرده های این بازی پر هیجان نشون میده که در این سری از بازی های رزیدنت ویل یه موجود جدید مشابه گرگینه وجود داره. حدس و گمان ها در این رابطه نشون میده که این موجود نوع جدیدی از دشمنه که ما به عنوان یک گیمر باید با اون مبارزه کنیم و شکستش بدیم. بازی دسلوب بازی دسلوب یکی دیگه از بازی های ویدئوی جدیدیه که در سال 2021 منتشر میشه. این بازی یه زمانی انحصارا در اختیار PS5 بوده اما همکنون در اختیار ماکروسافته بازی پرهیجان دسلوب یه شخصیت اصلی داره به اسم کلت که یه قاتل هرفهی و در یه حلقه زمانی گیر افتاده داستان بازی دسلوب این شکلیه که کلت برای اینکه بتونه از این حلقه زمانی نجات پیدا کنه باید اشخاص کلیدی جزیره مرموزی که داخلش گیر افتاده رو به قتل برسونه در این راه با چالش های زیادی هم روبرو میشه بازی دسلوپی بخش آنلاین هم داره که همون قسمت بازی رو سخت و هیجان انگیزش میکنه. در این بخش برای کلت یه رقیب به نام جولیانا پیدا میشه که مثل خودش یه قاتل خبر است. وظیفه جولیانا اینه که نظر کلت با کشتن افراد اون جزیره به هدفش برسه. تمام جذابیت بازی دسلوپ اینه که بازیکن میتونن در نقش جولیانا به شکل آنلاین وارد بازی دیگران بشن و کارو برای اونا سخت کنن. بازی بعدی بازی گاست و توکیو یکی دیگه از بازی های جدید سال 2021 که در بین همه بازی ها بازی به حساب میاد بازی گاست و توکیو هستش که روی سیستم آمل های PS5 و, و ماکروسافت قابل اجرایه. محیط این بازی همون جوری که از اسمش پیداست شهر توکیوه چیزی که میتونه اونو برای گیمرها خاص کنه ظاهر نونوار شهر توکیو و ترکیب اون با اتفاقات ماورایی که داخل بازی میافته. در بازی گاستوایر اکثریت جمعیت شهر توکیو به شکل مرموزی محو شدن وظیفه شما به عنوان یه گیمر اینه که بتونین راز این اتفاق رو کشف کنید. شما در این راه به حیوله های مختلفی برخورد می که باید همه ای اونا رو به کمک جادوایی که در اختیار دارین شکست بدین و بعد از اون به راهتون در شهر ادامه بدین تا به هدفتون برسین. شما ممکنه با دیدن پیش پرده هایی از این بازی جذاب فکر کنین که قراره با بخشای ترسناک زیادی در این بازی مواجه بشین. اما برخلاف تصورتون بازی گاستوایر اصلا ترسناک نیست بیشتر نبردهای اکشن در این بازی دیده میشه البته هنوز دقیقا مشخص نیست که در این بازی با ارواح طرف هستیم یا موجودات دیجیتالی بازی بعدی بازی فارکرای 6 بازی فارکرای 6 که یکی از جدیدترین بازی های سال 2021 به حساب میاد یه سبک اکشن ماجراجویی داره برای ماکروسافت ویندوز پلیستشن 4 و ایکس باکس وان تراحی و تولید شده این بازی همونطوری که از اسمش معلومه ششمین نسخه از مجموعه بازی های فارکرایه فارکرای 6 جزو بازیایی که در میان گیمرها محبوبیت زیادی داره. دلیلش هم اینه که جان کارلو اسپوزیتو بازیگر سریال بریکینگ بد در نقش شخصیت منفی اصلی بازی حضور داره. شما به عنوان یک گیمر در بازی فارکرای 6 به سرزمین های آمریکای جنوبی و به ویژه منطقه یارا سفر می‌کنید. جایی که مردی به نام آنتون به همراه پسرش دیگو برای اینکه بتونن عظمت و شکوه یارا رو پس بگیرن دست به یه سری عملیات انقلابی زدن حالا نقش شما گیمرها در این بازی چیه شما این بازی رو با نقش دنیرو روجاست که یکی از اهالی بومی منطقه یارا هستش و میخواد برای آزادی سرزمینش به جنگ شروع میکنید. باید در بزرگترین نقشه تاریخ سری فارکرای با آنتون مبارزه کنید تا به هدفتون که بازپسگیری مناطق اشغالیه برسین و آخرین بازی بازی هیتمن سه آخرین بازی که در این ویدیو میخواییم به عنوان یکی از جدیدترین بازی های سال جدید میلادی به شما گیمرها و علاقمندان عزیز بازی های معرفی کنیم بازی هیتمن سه که در ژانویه سال 2021 یعنی بهمن ماه سال 99 برای سیستم آملهای ماکروسافت ویندوز، پلیستشن 4، پلیستشن 5، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس نینتندو سویچ و گوگل استادیا منتشر شده. باید اعتراف کنیم که در چند سال اخیر بازی های هیتمن از محبوب ترین بازی های ویدئویی بودن که تا حالا وارد بازار شدن. خیلی بعیده که شما اهل گیم باشین و نام بازی های هیتمن رو نشنیده باشین. هیتمن سه یه سبک اکشن مخفی کاری داره. به گیمر مثل دو نسخه قبل خودش حس و حال سینمایی میده. همینم باعث میشه که طرفدارای زیادی رو از ابتدا به خودش جذب کنه. اگه شما با هیتمن دو آشنایی داشته باشین به خوبی میتونین درک کنین که در این بازی داستان مطابق با ادامه داستان نسخه دوم شروع میشه. دقیقا از اونجایی که معمور 47 هویت واقعی خودش رو میفهمه و میخواد با کمک گری که دوست دوران بچگیشه اعضای کلیدی گروه پروویدنس رو نابود کنه. در این بازی شما در نقش معمور 47 قرار می‌گیرید. به معموریت های مختلفی در سراسر جهان فرستاده میشین و به طرز شگفتآوری بدون اینکه خسته بشین تا چندی ساعت رو سرگرم و درگیر هستین و کلام آخر ما برای شما گیمرهای عزیز در این ویدئو با هفت مورد از جدیدترین بازی های سال 2021 آشنا شدین که امیدواریم مورد پسندتون بوده باشه و تونسته باشین بازی مورد علاقتون رو در این لیست پیدا کنید. در پایان ازتون میخواییم که اگه این ویدئو براتون جذاب بوده اونو لایک کنین و برای بقیه دوستان گیمر هرفیتون هم بفرستین. راستی مراقب خودتون هم باشین.